کری لم رئیس اجرایی دولت هنگ کنگ روز سه‌شنبه گفت پیروزی قاطع مخالفان در انتخابات اخیر نارضایتی مردم از نحوه برخورد دولت با دموکراسی خواهان را نشان می‌دهد. کنگره آمریکا از مبارزات مردم هنگ کنگ حمایت کرده و چین نیز در اعتراض به این مطلب روز دوشنبه سفیر آمریکا در پکن را به وزارت خارجه چین فراخواند. هوشمند میرفخرایی در این باره گزارش می‌دهد. روز یکشنبه نزدیک به 3 میلیون از واجدان شرایط در هنگ کنگ در انتخابات شوراهای محلی شرکت کردند و مخالفان با اختصاص تقریبا 90% از کرسی‌ها به خود به پیروزی چشمگیری دست یافتند. تعداد شرکت کنندگان در این رأی‌گیری دو برابر انتخابات مشابه در 4 سال پیش بود و رئیس اجرایی هنگ کنگ نیز بر این پیروزی سهه گذاشت. قدم بعدی افزایش تماس و گفتگوهای بیشتر با مردم است. اما به دلیل جو هرج و مرج حاکم نمیتوانیم آنطور که مایلیم این کار را انجام دهیم. امیدوارم بی‌ثباتی هرچه بیشتر کاهش یابد. مجلس نمایندگان و سنای آمریکا لایحه حقوق بشر و دموکراسی در هنگ کنگ را تصویب کردند، اما رئیس جمهوری آمریکا هنوز آن را امضا نکرده است. وزارت خارجه چین روز دوشنبه تری برانستاد سفیر آمریکا در پکن را به وزارت خارجه فراخواند. دستگاه‌های خبری چین میگویند به آقای برانستاد گفته شده که هنگ کنگ بخشی از چین است و مسائل مربوط به آن امور داخلی چین تلقی می‌شود. به همین دلیل پکن عملکرد کنگره آمریکا در این خصوص را دخالت در امور داخلی چین و حمایت از نیروهای ضد چینی در هنگ کنگ می‌داند. رئیس انستیتوی ملی دموکراتیک و سفیر سابق آمریکا در برمه میگوید در رأی‌گیری اخیر مخالفان کنترل 17 شورا از 18 شورای محلی را به دست آوردند و زمان اولویت دادن به حل مسئله از طریق صندوق رأی فراهم شده است. این یک فرصت است. بهترین کار پرهیز از درگیری‌های خیابانی و حل مسئله از طریق صندوق رأی است. این بزرگترین مزیت دموکراسی است، به ویژه آنکه در رأی‌گیری اخیر مردم تمایل واقعیشان را نشان دادند. با این حال برخی از ناظران معتقدند که در نظام نیمه دموکراتیک هنگ کنگ پیروزی اخیر مخالفان اثر تعیین کنندهی بر موازنه سیاسی در آن شهر ندارد. هوشمند میرفخرایی، صدای آمریکا.